لبنان به رغم همه زیبایی هایش اما یکی از کشورهای نسبت هم فقیر در خاور میانه به شمار می رود و روز به روز وضعیت اقتصادی در این کشور وخیمتر می شود. در همین راستا سازمان ملل متحد هشدار داد در ماه آینده این کشور شاهد ناامنی های قضای خواهد بود. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. دفتر سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد در حال حاضر حدود دو میلیون نفر در لبنان از جمله یک میلیون و دویست و هزار شهروند لبنانی و هفتصد هزار مهاجر سوری با ناامنی غذایی مواجه هستند این آمار بر اساس نخستین گزارش تحلیلی از ناامنی غذایی حاد لبنان است که از سوی سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو و برنامه جهانی غذایی تهیه شده است سازمان ملل پیش بینی کرده وضعیت لبنان از نظر ناامنی غذایی در های آینده بدتر خواهد شد. بر اساس گزارش های سازمان ملل، کاهش ارزش عرض ارزل ملی لبنان، لغو یارانه‌ها و افزایش هزینه های زندگی مانع از دستیابی خانواده ها به غذای کافی و سایر نیازهای اولیه روزانه می‌شود. سازمان ملل هشدار می دهد که بدون اقدام فوری عواقب این شرایط برای سلامت و رفاه جمعیت های لبنان شدید خواهد بود. پیش از این کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برنامه جهانی غذا و یونیسف در بیانیه مشترکی اعلام کردند به دلیل بدترین بحران اقتصادی لبنان در دهه های اخیر در حال حاضر 90 درصد از پناهجویان سوری در این کشور برای ادامه زندگی خود به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. این سازمان ها اعلام کردند نتایج اولیه ارزیابی آسیب پذیری پناهجویان سوری در لبنان برای سال 2022 حاکی از وخامت شدید و فزاینده شرایط زندگی آنهاست به ای که این آوارگان اکنون حتی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی نیز با مشکل مواجه هستند و برای زنده ماندن به کمکهای بشردوستانه نیازمند هستند به گفته ی عبدالله الوردات مدیر برنامه جهانی غذا در لبنان سطح امنیت غذایی در میان پناهندگان در لبنان بسیار نگران کننده است وی افزود به لطف حمایت سخاوتمنده حامیان این برنامه برنامه جهانی غذا قادر است حمایتها و کمکهای مورد نیاز یک نفر از هر سه نفر متقاضی را فراهم کند فاطمه موسوی اخبار شیعه